درود به همه شما ورزش توبی های عزیز و دوست داشتنی. بعد از اینکه مشخص شد علی کریمی قبل از خروج از ایران تمام اموال و داراییشو فروخته و با این کار به جای امارت مجللش یه موضع معظم به سپاه تقدیم کرد، مجسمه این اسطوره فوتبال ایران توی کرج مورد حمله موشک‌های دوربرد سپاه قرار گرفت. با عرض سلام، اینجا شهرک ورداورده، اینجا زادگاه اسطوره فوتبال و انسانیت ایران علی کریمیه. این مجسمه اسطوره ماست، این قدرشناسی مردم ماست. علی کریمی بارها پرچم ایران رو بر قله های ورزش آسیا و جهان برافراشته کرد و این پاداش یک قهرمانه. این اتفاق در حالی افتاد که خود کریمی نه تنها مخالفتش رو با ساخت این مجسمه اعلام کرده بود، بلکه حتی توی مراسم رونماییش هم شرکت نکرد. به این خبر که سال 91 منتشر شده دقت کنید، نوشته در حالی که کریمی مخالفتش رو با ساخت مجسمش اعلام کرد، مجسمه وی ساخته شد. چند پیش شهردار منطقه 21 تهران که از ساخت ورزشگاهی در حوالی منطقه ورداورد خبر داد که قرار بود به نام علی کریمی یا شماره 8 نامگذاری بشه، چون کریمی مدت‌ها توی این منطقه زندگی کرده و دوستداران زیادی در این منطقه داره. ساخت مجسمه ای از علی کریمی در مقابل ورزشگاه یا محوطه داخل اون پیشنهاد دیگه‌ای بود که مطرح شد، اما کریمی تاکید کرد علاقه‌ای به ساخت مجسمش نداره و بهتره مجسمه شهدا و رزمندگان رو بسازن. با همه این تفاسیر، کار ساخت مجسمه کریمی مراحل پایانی رسیده و قراره به زودی در ورزشگاه ورداورد نصب بشه. اما بعد از اینکه زور سپاه به خونه کریمی نرسید و به جاش مجسمش رو از بین برد، وحید هاشمیان از جادوگر حمایت کرد و نوشت علی کریمی سالها توی لباس مقدس تیم ملی برای کشورمون افتخار آفرید و توی اروپا هم نام ایران رو بلند آوازه کرد. او یه وطن پرست و عاشق ایرانه. سپهر حیدری هم با عنوان شناسنامه فوتبال ایران اغتشاشگر نیست نوشت علی قلبش برای مردم میتپه، نه به جایی وصله نه از جایی خط میگیره. علی فقط از دل پاکی که همیشه نگران مردمشه خط میگیره. توی فضای مجازی هم سایبری ها، ماده بسیجی ها و پرستوهای سپاه برای تخریب چهره کریمی هر کاری میکنن. به این گفتگوی کوتاه بین یه ایرانی اصیل و یکی از ارزشی های رژیم دقت کنید. آرمان بعد از انتشار خبر پلمپ ویلای کریمی نوشته الان 80 میلیون خونه داری علی آقا. بعد مهندسه جون براش نوشته چرا از کیسه خلیفه میبخشید؟ آرمان هم در جوابش نوشته جمعیت ایران 85 میلیونه، شما 5 میلیون چیزو حساب نکردن. بعد از اتمام مهمترین فیفا دی قبل از شروع جام جهانی قطر و با توجه به حاشیه های به وجود اومده و البته فشار حداکثری مردم ایران به بازیکنهای تیم ملی، بالاخره بعضی از ملی پوشان به جمع مردم پیوستن. شجاع خلیلزاده که چند ماه قبل با همخونی سرود سلام فرمانده به همراه کنانی زادگان خودش رو در مقابل مردم قرار داده بود، اولین چراغ رو روشن کرد. شجاع نوشت گشت ارشاد نمیدونست دختر کردی که التماس میکرد اینجا غریبم یک ایران خواهر و برادر داره. شجاع توی یه استوری دیگه با هشتگ مهسا امینی نوشت امروز دیگه چیزی برای نوشتن نمونده، همه چیز مثل روز روشنه، کسانی که باید میفهمیدن فهمیدن و کسانی که هنوز نفهمیدن منفعتشون توی نفهمیدنه. بعد از شجاع، های صفی با انتشار این استوری نوشت زنان نیمی از پیکر جامعه اند که نیم دیگر رو به دنیا میارن، پس اونا در واقع تمام پیکر جامعه هستن. های صفی با انتشار یه استوری دیگه و اعلام حمایت از مردم از رژیم خواست تا به جای سرکوب و خشونت با مردم ایران مشکلات اونا رو حل کنه. تقریبا همه بازیکنان تیم ملی سکوت چند روز اخیرشون رو به اردوی تیم ملی و قوانین مربوط به اون ربط دادن، در حالی که توی اردوهای قبلی همین بازیکنها هر کاری که دلشون میخواست میکردن، از بازی مافیا تا خود صبح گرفته تا استفاده از اتوبوس تیم ملی به عنوان مکان. اما به نظر من فشار مردم تأثیر بیشتری از تموم شدن اردو داشته. هوادارهای ایرانی ساکن اتریش دیروز و قبل از شروع بازی سنگال به خوبی به فوتبالیست‌ها فهموندن که بدون مردم هیچی نیستن. وقتی کسی از موفقیت‌هاشون خوشحال و از شکستشون ناراحت نشه، چیزی به جز پوچی در انتظارشون نیست. نمیخوای.
حسین رحمانی دوست رئیس دانشگاه نیشابور که مثل بقیه رؤسای دانشگاه‌ها با گذشتن از فیلترهای سپاه به این صندلی رسیده، به عنوان اولین نفر درخواست صدور حکم اعدام غیابی کریمی رو مطرح کرد. میخوام توجه شما رو به فعالیت‌های مجازی این پاچه‌خوار جلب کنم تا بهتر متوجه بشید که این همه خشونت بر علیه مردم بی‌دفاع ایران از کجاها میاد. رحمانی دوست که مطمئنم به زودی برای بچه های نیشابور به خدمتش میرسن نوشته: دشمن بدونه تا بسیج و سپاه هست هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. عده‌ای گمراه با بهونه کردن اسم دختری که معلوم نبود سگ کجاست به رهبری هم جسارت کردن که گناهی نابخشودنیه و به زودی به سزای اعمالشون خواهند رسید. توی پیام بعدیش نوشته: به زودی شما رو هم پیش مهسایتان میفرستیم، حتی اگه آن سر دنیا باشید، فاحشه. بعد گفت: به نظر من همه رو باید یک شبه اعدام کنید، رهبر حکم بده کار تمومه. این بیشرفترین رژیم نوشته: هرگز ایران بدون جمهوری اسلامی و امام خامنه ای رو نخواهید دید. شما فاحشگان غرب زده به زودی توی ایران اسلامی محاکمه و اعدام خواهید شد و پیش مهسایتان خواهید رفت. رئیس دانشگاه نیشابور در مورد کریمی هم نوشته: به نظر این حقیر اگه علی کریمی اعدام بشه بقیه اوباش هم سر جای خودشون میشینن. بعدم با افتخار به قتل عام مردم ایران توسط جمهوری اسلامی در دهه 60 همون حرف خامنه ای رو تکرار کرد و گفت: خدای ما همون خدای دهه 60. به نظر من حکومتی که یه همچین وحشی بی سر و پایی رو میکنه، رئیس دانشگاه، هیچ راه و سرنوشتی به جز نابودی و رفتن به زباله‌دون تاریخ نداره. بی صبرانه منتظر اینم تا خبر ادب کردن این وحشی توسط مردم نیشابور رو توی همین کانال براتون منتشر کنم تا دیگه به دخترای ایرانی نگه فاحشه و آرزوی اعدام مردم ایران رو نکنه. امروز سردار آزمون هم با انتشار یه استوری از بازیکنان تیم ملی و البته حسن عباسی معذرت خواهی کرد. متنی که آزمون منتشر کرد معنی به جز معذرت خواهی از عباسی نداشت. آزمون که قبلا با یه استوری به عباسی حمله کرده بود گفت: به خاطر اینکه اون استوری رو با عجله منتشر کردم و باعث شدم برای تیم ملی حاشیه درست بشه، معذرت میخوام. بعدم گفت که نه وقت گذاشتن اون استوری زیر فشار بوده و نه وقتی که تصمیم گرفته حذفش کنه. آزمون گفت که هیچ دو دستگی توی تیم ملی وجود نداره و همه بازیکن‌ها با هم یک دل هستن. بعد از این معذرت خواهی در کمال تعجب استوری‌های دیگه از آزمون در حمایت از مهسا امینی منتشر شد. مثلا این استوری که با گذاشتن اون عکس معروف از مو بستن دختر مبارزه ایرانی که اول گفته میشد حدیث نجفی بوده نوشت: حق زنانمون این نیست. بعدم با حمله به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هشتگ بیشرف رو به استوریش اضافه کرد. در مجموع تنها چیزی که فعلا به نظرم میرسه اینه که ظاهراً ادمینای صفحه آزمون خیلی با هم نظر نیستن و استوری هایی با محتواهای متفاوت منتشر میکنن.